الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من عزيز والجمانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یکی از زیبا و مبارک فروردگار من و شما الغنی و الله متعال این نام مبارک را در قرآن کریم بارها ذکر فرموده و خودش را با این نام و با این صفت معرفی کرده تقریبا حدود 18 بار در قرآن کریم این نام مبارک ذکر شده من جمله این که الله متعال در سوره فاطر می فرماید یا ایوه الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید ای مردم شمایید که نیازمندید شما فقیر و محتاج الله متعال هستید و الله متعال غنی و بی نیاز ستوده شده هست الله متعال نه به شما و نه به هیچ کسی دیگر و نه به هیچ چیزی دیگر در هیچ زمانی وابسته و نیازمند نبوده و نخواهد بود اما این شما هستید که در تمامی لحظات زندگی قبل از زندگی و بعد از زندگی باز هم نیازمند الله متعال هستید والله هو الغنی الحمید اما الله متعال بینیازی هست غنی هست و در کنار بینیازیش محمود هست ستوده شده هست و صفات کمال را صفات غنا و ثروت را صفت بینیازی را در بهترین و کاملترین صورت همراه با حمد همراه با ستایش همراه با تعریفی که لیاقتش را دارد هست در جای دیگر الله مطال می فرماید و ربک الغنی ذو ذر و ربک الغنی و ذر در سوره انعام پروردگار تو الغنی هست بینیاز هست ذر رحمه و صاحب رحمت هست رحمان و رحیم هست یعنی اینکه الله متعال بینیاز که هست شما نیازمند او هستید اما الله متعال بینیازی هست که رحمت دارد رحمان و رحیم هست و به نیازمندان رسیدگی می کند نیاز نیازمندان را برآورده می کند در سوره لغمان الله متعال می فرمد لِلَّهِ مَا فی السماوات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هرچه در آسمان و زمین هست از آن الله متعال هست مالکشان و صاحبشان که اختیار دخل و تصرف در آن را دارد فقط الله متعال هست لله ما فی السماوات والارض هرچه در آسمانها و زمین هست از آن الله متعال هست این الله هو الغنی الحمید همانا و بدون تردید الله متعال غنی حمید هست معنی غنی عرض کردم که عکس نیاز هست غنی یعنی بی نیاز کسی که محتاج دیگران نیست بلکه برعکس دیگران همه محتاج او هستند الله متعال غنی هست و غنی تر از الله متعال کسی نیست و در تمام اسماء و صفات الله متعال زیباترین اسم را و کاملترین صفت را الله متعال دارد چی بسا ما در جامعه خودمان در شهر خودمان بگوییم که فلانی غنی هست و فلانی نیازمند هست اما تمام کسانی که غنی هستند در دنیا ما آنها را با این صفت میشناسیم باز هم نیازمند الله متعال هستند الله متعال غنی مطلق هست هرچه در آسمان هاست و هرچه در زمین هست از آن الله متعال هست و هر کسی که غنی هست این غنا را از الله متعال دریافت کرده در دنیا تمام کسانی که نیازمند و هستند یا نیازمند نیستند اما در مقابل الله متعال همشون نیازمند هستند بی نیاز مطلق و قنی مطلق صرفاً الله متعال هست غیر از الله متعال تمام مملوک و تمام محتاج و نیازمند الله متعال هستند که هم در ذاتشان و هم در زندگیشان هم در رزق و روزیشان هم در ناز و نعمتی که در آن هستند و نیاز دارند در تمام این موارد محتاج الله متعال هستند پس بنابراین وقتی که ما میگوییم که الله متعال غنی هست و بی نیاز هست یعنی این که الله متعال در ذات خودش و در افعال خودش و در صفات خودش و در سلطانی که دارد و در ملکی که دارد الله متعال کاملا بی نیاز هست در هیچ موردی از این مواردی که عرض کردم الله متعال به هیچ کسی نیازمند نیست بلکه تمام وجود و تمام جهان هستی نیازمند الله متعال هست الله متعال در آفرینش در زنده کردن در میراندن در غنی کردن در فقیر کردن در شفا دادن در سعادت بخشیدن در برآوردن نیازهای نیازمندان بینیاز هست در هیچ موردی الله متعال نیازی به کمک ندارد و سرمایه الله متعال و ملکی که الله متعال دارد خزائن تمام چیزها را که شما تصور بکنید در اختیار الله متعال هست الله متعال غنی حمید هست برخی از کسانی که ما میشناسیم غنی هستند اما غنی مزموم هستند غنی هست بینیاز هست اما بخیل هست هیچ کسی از مردم از چنین غنی که بخیل هست نه خودش میخورد و نه به دیگران میدهد از چنین فردی راضی نیستند اما الله متعال غنی حمید هست الله متعال غنی هست بدین معنی که نه نیاز مادی دارد و نه نیاز معنوی از بس الله متعال غنی و بینیاز هست به بی عبادت من و شما و اطاعت اطاعت کنندگان و عبادت عبادت کنندگان نیازی ندارد عبادت عبادت کنندگان هیچ منفعتی به الله متعال نمیرساند و سرپیچی گناهکاران هم هیچ گونه ضرر و زیانی به الله متعال ندارد و هیچ ضرری رو نمیرساند بینیاز هست هم از جهت مادی بی نیاز هست و هم از جهت معنوی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من, من رزق ما اريد ان يطعمون الله متعال نیازی به رزق ندارد و نیازی به این ندارد که کسی به او تعام بدهد و نیازی به عبادت من و شما هم ندارد از عبادت من و شما الوهیت الله مطال اضافه نمی شود ملک الله مطال اضافه نمی شود و از نافرمانی و اسیان ما هم در الوهیت الله متعال و در ربوبیت الله متعال و در اسماء و صفات الله متعال هیچ گونه خدشه و خللی وارد نمی شود الله متعال غنی هست اما غنی هست که محسن هست اهل احسان هست با این که الله مطال غنی هست و از من و شما غنی هست یعنی این که به من و شما نیازی رو ندارد اما باز هم با وجود بینیازی که از ما دارد احسان می کند بر من و شما چه بسا در زندگی مثلا ما احساس بکنیم که اگر کسی به ما لطفی می کند شاید از ما امیدی رو دارد کارش یک جایی لنگ هست امید دارد که ما در یک جایی به کمکش بشتابیم به ما نیاز دارد اما الله متعال در اوج این که از ما بی نیاز هست و غنی مطلق هست اما به بندگانش احسان می کند لطف و نعمت دارد و در اوج این که الله متعال از جانب ما هیچ گونه ضرری رو احساس نمی کند و ما در حدی نیستیم که به الله متعال ضرر و زیانی وارد بکنیم ترس ضرر از ما ندارد اما باز هم به ما احسان می کند چه بسا که برخی از انسان ها به خاطر این که از فلان انسان می ترسند به او احسان می کند اما الله متعال نه نیازمند ما هست و نه از ضرری از جانب ما متوجه الله متعال هست پس بنابراین اگر الله متعال به ما انعامی دارد احسان می کند و لطفی به ما کرده صرفا احسان او هست بر اساس این که الله متعال بینیاز مطلق هست اگر به ما احسانی میکند بدین معنی نیست که به ما نیازی دارد و بدین معنی نیست که از ما خوف و حراسی دارد نه بلکه الله متعال غنی هست و بینیاز هست و از کمال بی, بی اش و از کمال و از جمال صفت و نام الغنی الله متعال به تمام بندگانش لطف دارد و احسان و نعمت دارد الله متعال غنی هست نه نیازی به زن دارد و نه نیازی به فرزند دارد و نه نیازی به شریک در ملک و پادشاهیش دارد و نه نیازی در الوهیت و عبودیت و ربوبیتش دارد نه ناتوان هست که کسی بخواهد الله متعال را کمک بکند و هیچ همشعن و کفی الله متعال ندارد و این نشانه کمال غنی بودن الله متعال هست نه نیاز مادی دارد و نه نیاز معنوی و در هیچ زمانی الله متعال نیازمند نبوده و نخواهد بود یکی دیگر از صفات پروردگار که برگرفته از همین کمال غنی بودن الله مطال هست این که الله مطال غنی هست و دیگران را هم غنی میگرداند و انه هو اغنا و اغنا اگر کسی غنایی دارد، ثروتی دارد، اگر کسی در یک حدودی بینیاز از دیگران هست این هم لطف الله متعال هست این فروردگار هست که این را بینیاز گردانیده و اگر بخواهد این مال را از او می گیرد. به هر کسی بخواهد نعمت می دهد، رزق می دهد و از هر کسی که بخواهد می گیرد هر کسی را که بخواهد بی نیاز می گرداند هر کسی را که بخواهد بنابر مسلحتی نیازمند می گرداند زیرا که او غنی مطلق هست و در قرآن کریم وقتی که ما نامه ها و صفات الله متعال را می بینیم که در کنار هم قرار داده می شوند، الله متعال در مورد صفت غنی بودن و نام الغنی می بینیم که این نام مبارک را در کنار نام الحلیم و حلیم قرار داده در سوره بقره الله متعال میفرمد فرمد والله غنی حلیم والله غنی حلیم الله متعال بینیاز و حلیم هست بردبار هست حلم دارد صبر دارد این دو صفت این را میرسانند که الله متعال غنی هست و نیازی به بندگان ندارد بدون این که از غنی بودن الله مطال چیزی کاسته بشود عنایت میکند و حتی کسانی که ناسپاس هستند و حتی کسانی که نافرمان الله مطال هستند و اسیان میکنند بازم الله متعال حلیم هست به خاطر حلمی که دارد حتی نعمت خودش را از گناهکاران و نافرمانان هم نمیگیرد حتی از آن کسانی که منت میگذارند الله متعال حلیم هست و آنها را زود مجازات نمی کند و چون که حلیم هست الله متعال هم حلمش کامل هست و هم غناش کامل هست پس بنابراین اسیان انسان و منتگذاری انسان و کوتاهی انسان سبب نمی شود که الله متعال رزق و روزیش را رو از بنده قطع بکند بلکه الله متعال غنی حلیم هست حلم الله متعال نه به خاطر این هست که الله متعال توانایی ندارد نه به خاطر این هست که الله متعال فقیر هست نه به خاطر این که الله متعال نیازمند هست الله متعال حلیم هست و احیانا شاید کسی تصور بکند که در دنیا چه بسا انسانهایی باشند که حلیمند، بردبارند، صبورند تحمل دارند اما از روی ناتوانی هست، از روی عجز هست، از روی فقر هست اگر همین فقیر به مال و ثروت برسد چه بسا که سر به تاقیان میزند آن وقت حلیم نخواهد بود انتقام میگیرد اما الله متعال حلیم هست در اوج حلم خودش غنی هم هست یعنی این که اگر کسی کاری رو انجام بدهد گناه و معصیتی رو انجام بدهد که مقتضی گرفت الله متعال هست سزاوار عذاب الله متعال هست سزاوار انتقام هست از جانب الله متعال اما چون که الله متعال باز هم حلیم هست در اوج حلم هست باز هم صفت غنای خودش را و بینیازی خودش را و غنیگردانه دن دیگران را اجرا می کند یعنی ناز و نعمت را و احسانش را دریغ نمی کند و در جای دیگر در سوره انعام الله متعال می فرمد، و ربک الغنی و ذر رحمه پروردگار تو غنی هست و ذر رحمه هست بینیاز هست همراه با رحمت الله متعال بی نیاز هست از این که ما به الله متعال ایمان بیاوریم از این که ما طاعت و عبادتی رو انجام بدهیم هیچ نیازی به این ندارد و در کنار این الله متعال اهل رحمت هست ولو این که از ما کوتاهی سر بزند اما الله متعال رحمان و رحیم هست اهل رحمت هست می بخشد گناهان را معاف می کند و در کنار آن انسان را بی نیاز می گرداند. نیاز انسان را هم برآورده می کند و علم ان الله غنی حمید الله متعال غنی حمید هست غنی هست که همه او را می ستایند. بسیاری از مردم غنی هستند اما دارند فقیرانه زندگی می کنند از ترس این که مبادا فقیر بشوند از ناز و نعمتی که دارند استفاده نمی کنند و خیلی فقیرانه روزگارشان را می گذارانند. اما الله متعال غنی هست که حمید هست همه او را می زیرا که آثار غنی بودن الله متعال به همه انسانها و به تمام مخلوقات می رسد الله متعال چنان غنی هست که و چنان بینیاز هست که هر را که انسانها می خواهند اگر به آنها بدهد چیزی از الله متعال کاسته نمی شود چنان غنی هست که اگر تمام مردم مطیع و فرمان بردارش باشند چیزی در سلطنت الله متعال اضافه نمی شود و اگر تمام نافرمان الله متعال باشند باز هم از ملک و بینیازی الله متعال چیزی کاسته نمی شود در روایتی که در صحیح مسلم هست حدیث قدسی الله مطال مفرمد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر أي بندقان من أجر تمام شما أولين وآخرين جنب شمن انس و جن در یک میدانی جمع بشوند و هر کسی هر چرا می از من طلب بکند و من هر چرا که بندگان انس و جن و, اول و اولین و آخرین بخواهند به آنها بدهم من به اندازه بی نیاز و غنی هستم که این همه بخشش از ملک من چیزی را کم نمی کند اگر مانند این که شما سوزنی را در دریا بزنید و بیرون بکشید چه اندازه از آب دنیا کاستی می شود؟ به همین اندازه از ملک من کاسته می شود یعنی این که هیچ کاسته نمی شود سوزنی که در دریا فرو برده شود و بعد از آن بیرون کشیده بشود هیچ تأثیری در آب دریا ندارد می فرمد که یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علا اتخا قلب رجل منکم اگر اولین و آخرین انس و جن شما همه شما پرهیزگارترین انسان باشند جز برترین اولیای الهی باشند متقی و کاملا پرهیزگار باشند ما زاد ذلك فی ملکی شیعا این در ملک من و در سلطنت من و در بینیازی من چیزی رو اضافه نمی کند ولو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على افجر قلب رجل منکم اگر تمام اولین و آخرین شما انس و جن شما همه گناهکارترین انسان باشند فاجرترین انسان باشند یعنی همه شما مثل فاجرترین انسان باشید ما نقص ذلك من ملک باز بازم از ملک من و از سلطنت من و از الوهیت الله متعال و از ربوبیت الله متعال چیزی کاسته نمی شود زیبا هست الله مطال در آخر می یا عبادی انکم لن تبلغو ذری فتزرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی ای بندگان من شما در حدی نیستید و به جایی نرسیدید که بتوانید به من زردی وارد کنید و بخواهید زردی وارد بکنید و شما در حدی نیستید و به جایگاهی نرسیدید که بتوانید به من نفعی برسانید و بخواهید چون این کاری رو انجام بدهید زیرا که الله متعال غنی مطلق هست یعنی مطلقا به هیچ چیزی در هیچ زمانی و در هیچ مکانی نیازمند نبوده و نخواهد بود امیدوار هستم که اللهی که بی نیاز هست ما را از بندگانش بی نیاز بگرداند و در دنیا و آخرت ما را فقط و فقط نیازمند خودش بگرداند و کامیابی دنیا و آخرت رو انشالله به همه من و شما عنایت بفرمایید. تا برنامه دیگر شما رو به الله متعال می السلام علیکم و رحمت الله و برکات